افغانستان یکی از کشورهای زراعتی در سطح منطقه است که در حدود 80% از مردم آن مصروف زراعت هستند. با اساس تحقیقات انجام شده، تقویت و میکانیزه‌سازی زراعت میتواند افغانستان را در آینده به خودکفایی برساند. سلام، وقت شما بخیر. در این برنامه گفتگوی اختصاصی داریم با مولوی عطاالله عمری، وزیر زراعت و مالداری کشور. آقای عمری، شما را بسیار زیاد به بحث خوش آمدید. میگم تشکر از اینکه فرصت دادین. سلامت باشین، زنده باشین. آقای عمری، در آغاز اگر بگین در یک سال پسین مشخصا دستاوردهای عمده وزارت زراعت شامل چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موفق باشین. قدم اول عرض سلام خدا به شما و توسط شما به همه بینندگانتان تقدیم می‌دارم و ماه مبارک رمضان شریفی که ماه عفو و مغفرت غفران نعمت الهی هستند، ایرا هم به امت اسلامی و مسلمان های افغانستان تبریک و عید روان را هم تبریک میگویم. الله پاک این امن و استقلال ما و شما را دوامدار و پایدار بگرداند. الحمدلله ما سال گذشته در بخش زراعت و مالداری خیلی دستاوردهای خوبی داشتیم، چون که 4-4.5 دهه افغانستان مشکلات ها بوده، جنگ ها بوده، یک تاریخ سیاهی را سپری کرده و در همه بخش ها مشکلات داشتیم. خصوصا هم خو مثلی که شما گفتین، زراعت در افغانستان اساس ما و شما هستند. هر وقتی که اساس قایم باشه، همه بناها هم قایم می آین، محکم می آین. زراعت ما و شما هم خیلی تخریب شده و بخش کشت زراعتش، بخش میکانیزه‌اش، بخش پرورشش، بخش جمع‌آوری محصولاتش و بخش بازاریابیش و خصوصا هم اراضی افغانستان و جنگلات منابع طبیعی افغانستان و همش آسیب پذیر شده و دمو جنگ ها آسیب دیده. ما دمو یک سال یک نیم سال خیلی کوشش کردیم، توانستیم که ایرا داخل یک چارچوب چوکات بیاریم و در همه بخش ها مدیریت داشته باشیم و باید گام ها ورداریم پیش برویم و در بخش زراعت، در بخش مالداری، در بخش طریقه کشتش قطاری و میکانیزه سازی، در بخش پرورشش، در بخش جمع‌آوری محصولاتش، در بخش جمع‌آوری عرضه کردن با بازار خیلی گام های را مثبتی را برداشتیم. الحمدلله خیلی دستاوردهای خوبی داریم و سال گذشته ما و شما که خود جامعه بانک جهانی هم اعلان کردن که صادرات افغانستان 1/2 ارتقا یافته و همه صادرات ما و شما تقریبا در 180-190% محصولات زراعتی ما و شما بوده، اونم میوه های خشک ما و شما بوده، تر ما و شما بوده، به کنج جهان رفتن و از برکت امنیت و استقلال افغانستان هستند که در یک سال همچه دستاوردها داریم و لکها تقریبا میلیون جریب زمین ما در اختیار سرمایه گذارا قرار دادیم که او خشکه بودن به سبزی تبدیل شدن، به باغ و باغات تبدیل شدن. البته این کارهای ما که هستن طویل المدت هم داریم، قریب المدت هم داریم. قریب مدت که هستن زود رس هایشان هست و الحمدلله در بازار نمایان است و طویل المدت که هست سرش کار روان است. البته او در یک سال و دو سال رونما نمی شود و بعد از یک سال و دو سال و پنج سال رونما می شود. مثال باغداری در همه بخشایش الحمدلله بسیار دستاوردهای خوبی داره. بسیار خوب. از صادرات محصولات زراعتی افغانستان گفتین، مشخصا در میزان صادرات محصولات زراعتی افغانستان تغییر رونما شده، اگر شده در کدام سطح؟ بله، در چی ما دمون نزدیک وقتا با امرای یکی در ملکا چی داشتیم؟ ملاقات داشتیم چند روز پیش. یک هیئت بلند رتبه متشکل از 5-6 وزارت از ازبکستان آمده بود. بله. اونا خودشان این اظهارات داشتن. بله. که سابق ما از افغانستان این اندازه صادرات نداشتیم، واردات نداشتیم. تیم میگفتن که تقریبا بین میلیون ها 100 میلیون یا 200 میلیون ما واردات داشتیم. سال گذشته اونا میگفتن که تا 1 میلیارد ما ارتقا کردیم از افغانستان صادرات داشتیم و دین روز با امرای هیئت قزاقستان دیدیم، اونها هم اظهار خوشحالی میکردن. حتی ترکیه، حتی تا به خارج ها اروپا و
و کنج کنج جهان رفتن. اکثرا صادرات ما و شما به هند و به پاکستان و به چین و به می ملک ها هستن، خب به اطراف و فرامرزا هم صادرات ما و شما شروع شده. سطحاتی الحمدلله در امون سال گذشته خیلی ارتقای خوبی داشت. بسیار خوب. جناب عمری صاحب، شما چندی قبل به کشور ترکیه رفته بودین، چی بود هدف از سفرتان و برایندی سفر به بخش زراعت افغانستان چی بود؟ اونجا یک شرکت تجارتی زراعتی هستن. بله. در 81 ملک اونا سرمایه گذاری میکنه به نام موسیات و یک شرکت خرد داره به نام شرکت تی سی. اونا اینجا آمده بودن در اونا میخواهند که در ملک ما و شما هم در بخش زراعت سرمایه گذاری بکنند و سالانه اونا ده ها میلیارد بخش زراعت صادرات دارن در ما 81 ملک. حالا میخواهیم که ما اونا ما 81 ملک 82 ملک بکنیم، اونا هم میخواهند. بنابر به دعوت اونا ما رفتیم و با امرای مسئولین وزارت زراعت ترکیه هم با امرایشان نزدیک ملاقات ها کردیم، با امرای سکتورهای خصوصی که در بخش زراعت و مالداری کار میکردن نزدیک با امرایشان دیدن کردیم، حتی به مزرعهایشان رفتیم. و ماشاءالله و ملک دوست ما و شما خود در بخش زراعت و مالداری خیلی پیشرفتهای خوبی را به دست آورده بودن. اونا حال مایل هستن که در ملک ما و شما هم سرمایه گذاری بکنن، بعد از این اونا می آین. امیدوار هستیم که در بخش زراعت و مالداری و مای پروری و پلاوری و لبنیات در بخش کارخانه ای و زراعتی و تولیداتی سرمایه گذاری بکند تا یک گام مثبت در ملک ما و شما در بخش خصوصا زراعت ما و شما باشد. بسیار خوب. جناب وزیر صاحب، ما مطمئن هستیم که شما اهمیت سردخانه را به خاطر نگهداری محصولات مخصوصا میوه‌جات میدانین. گام هایی که در راستای اعمار سردخانه های معیاری در افغانستان برداشته شده از سوی وزارت زراعت کدام ها بوده؟ ای را چند وقت پیش ما در رسانه ها در بیان های خود گفتیم در ارتباط سردخانه ها اهمیتش چند اندازه که در ما مهم است و در دهاقین ما مهم است و به مردم ملت مردم افغانستان ما مهم است. اهمیتش همه ملت ما هم میدانند و مسئولین وزارت زراعت هم سعی کوشش دارند که تا که از این ناحیه برخمند کامل داشته باشیم. بله. و کابینه امارات اسلامی هم سریع خیلی کوشش دارن. چند وقت پیش سطح کابینه امارات اسلامی سرش تصمیم گرفته شد و سرپرستی وزیر صاحب اقتصاد یک کمیته تعیین شد. اونا سطح افغانستان حیاتی کردن، هم از سردخانه ها را نزدیک دیدن کردن. ما چند قسم سردخانه ها داریم. بله. سردخانه های مربوط به سکتور خصوصیت، مربوط به سکتورهای رسمی است، مربوط به باغوانا هستند. هستن کلان معیاری سردخانه ها که داریم تقریبا 440 یا 50 کلان سردخانه ها داشتیم. اکثرش تقریبا فعلا در حال استفاده قرار نمی گرفته و بزرگان امارات اسلامی تصمیم گرفتن که باید اینا به بهره برداری سپرده شود، باید استفاده شود. دوباره سه باره یه هیئتی ها باز دوم باره سه باره معذب شدن و رفتن و بالاخره نزدیک وقت از طرف کابینه هم تصویب شد 50 سردخانه را بودجه ایش هم تصویب شد. مربوط به وزارت مالیه است، مربوط به وزارت تجارت است، مربوط به وزارت زراعت است. بودجه ایش هم تصویب شد، ایش هم روز زیر اعمار زیر ترمیم قرار داره، در نزدیک وقت به بهره برداری سپرده خواهد شد. اوید سردخانه هایی که چی بودن؟ ادن سالم بودن، اونا رو به بهره برداری سپردیم. به حیث مثالش در خود کابل هم چند تا سردخانه ها فعال شد. روز رئیس لوگر ما آمده بود، او هم میگفتن که 8 سردخانه در ولایت ما فعلا فعالیت آغاز کردن و این واقعا در بخش زراعت و مالداری رول اساسی را ادا میکنه و بزرگان امارات اسلامی خصوصا وزارت زراعت به او توجه خاص داره، فعلا فعالیت آغاز کرده. بسیار خوب. جناب رئیس، شما من در مورد اهمیت زراعت در افغانستان گفتم که حداقل در حدود 80% مردم افغانستان مصروف زراعت و مالداری هستند. از سوی دیگر افغانستان کشور دارای آب فراوان است، همین قسم زمین های خشک. شما در قسمت مدیریت آب های کشور به خاطر استفاده در بخش زراعت چی کارا چی پیشنهاداتی داشتین به کابینه امارات اسلامی؟ ما خیلی در این باره کوشش کردیم. واقعا تا که آب نباشه زراعت هیچ فایده ای نداره. آبی هست که زمینه را برای زراعت مساعد میکنه. باید ما از این آبهای سرشار خود استفاده بکنیم، این زمین خشکی خود به سبزی تبدیل بکنیم.
بنابر به این ضرورت است که ما کانال های زراعتی باید داشته باشیم و چکدم ها داشته باشیم، آبهای موسومی را باید کنترل بکنیم، مدیریت بکنیم. به این خاطر ما کوشش کردیم تا جای از طرف کابینه امارات اسلامی هم بودجه هم ما تصویب شده، ما امسال انشاءالله تصمیم داریم که چکدم ها هم جور بکنیم و کانال های زراعتی هم جور بکنیم. خصوصا هم امارت یک گام مثبت تاریخی که در این را برداشته، اونا و کانال قشتیپه هستن که 50% کارش به اتمام رسیده و بقای کارش هم خوب به جدیت پیش میره. و چند وقت پیش کابینه امارت اسلامی سر این موضوع بحث شد که 50%ش خود تکمیل شده، ما چه شکل از این استفاده کرده میتانیم. برای یک کمیته از طرف کابینه امارت اسلامی تشکیل شد و سرپرستی عبدالسلام حنفی صاحب معاونیت اداری رئیس ریاست الوزراء و متشکل از چند وزارت است، وزارت زراعت ما هم در او عضویت داره. اینا این ساحه آبیاری کانال قشتیپه پالیسیش پلانش برابر میکنند، بخش زراعتیش، بخش صنعتیش، بخش تجارتیش، بخش مالداریشانه را بلاک بندی میکنند تا که در خدمت سرمایه‌گذاران و دهاقین زارعین قرار بگیره و جدیت کار روان هستند. و همچنان او روز خود آجملا صاحب برادر با امرای امیرخان متقی صاحب وزیر خارجه به بند کمال خان رفته بودن، اونجا هم بودجه تصویب شد، کانال های زراعتی کشیده میشه و همچنان کانال زمین داور سرش کار روان هستند. و کانال های زراعتی که اهم مهم هم از در بخش زراعت گام های مثبت اساسی تاریخی برداشته شده فعلا در حال جریان است. بسیار خوب جناب عزیز صاحب، با تکمیل کار کانال قشتیپه و استفاده از آبان چقدر در قسمت زراعت در افغانستان به خود کفایی خود رسیدیم؟ ما فعلا اکثر بخش های محصولات زراعتی یک ملک چی هستیم؟ وارداتی هستیم، بله. صادراتی نیستیم و صادراتی داریم هم خیلی کم و در امون یک سال یک نیم سال یک ذره ظرفیتش بالا رفته. انشاءالله این کانال ها خصوصا هم کانال قشتیپه که به بهره برداری سپرده شوه، ما به مردم ملت مردم افغانستان اطمینان می دهیم که این ملک وارداتی ما به یک ملک صادراتی تبدیل خواهد شد و ضرورت های افغانستان داخل خانه ما تهیه خواهد شد و هم به یک ملک صادراتی تبدیل خواهیم شد. بسیار خوب جناب، بعد در بخش مالداری و همچنان باغداری بگوین که فعالیت های شما در کدام قسمت قرار داره؟ در بخش باغداری و مالداری اکثر کارهای ما و شما سنتی پیش می رفت. سابق تا به حال که بود مالای ما و شما در دشتا چرانده میشن و و باغوانا هم هر کس در خانه خود که چهار جریب زمین باغ جور کرده و اونمو هستن و دیگه شکلی که زیر قیادت وزارت زراعت باشه ما تا به حال در افغانستان بسیار کم داشتیم. ما در امون یک سال یک نیم سال توانستیم زیر مدیریت قیادت وزارت زراعت هزارها ده ها هزار جریب زمین به باغداری تبدیل کنیم. خصوصا در کانال ننگرهار جمله 55 هزار جریب زمین است، ما او را در امون یک سال یک نیم سال 27 هزار جریب زمینش به باغات تبدیل کردیم. باغات خورما و زیتون و مالتا و کیوی و لیمو و همچو چیزا تبدیل کردیم و همچنان دیگه ولایت ها. در بخش مالداری هم فعلا ما کوشش داریم با امرای همسایه و ملک ها هم که دید و بازدید داریم و تشویق چیا را داریم که سرمایه گذارا را تا که از این مالداری صحرایی بیایم به پارمداری و مالداری پارمی، این دماغ شما سود بیشتر و تکلیف کمتر خواهد داشت. و فعلا این کدام مالداری که در دشت ما و شما داریم از این استفاده او اندازه زیاد ما و شما ملت ما و شما گرفته نمیتونم، نه از شیرش نه از دیگه چیایشان. وقتی که این به پارمی تبدیل شوه در اون صورت ما میتوانیم که از همه اعضای حیوانات استفاده سالم بسیار خوب بکنیم. به طور مثال آل در هر ولایت یا در هر ولسوالی ما و شما یک پارم مالداری کلان جور شوه، این ضرورت است، مشکل نداره که بیانم بکنیم از سرگینش گرفته تا به تولید گاز تا به کود عضوی
تا به شاخش از همه عضو اعضای حیوانات ما و شما استفاده سالم کرده میتونه. پیلنگ که هسته این مالداری ما و شما مالداری سنتی هست، این دشتات چران نمیشود، تنها از نسلش کدام اواید نداشته باشیم، اواید اساسی نداریم. بله. ما میخواهیم که ای را داخل یک چارچوب بیاریم که اواید اساسی را باید از این ناحیه برداریم. بسیار خوب. در مورد نتیجه بخش بودن فرمای ترویجی ماهی پروری بگوین، با توجه به آب فراوان در افغانستان، در بعضی از ولایات شما فرمای ماهی پروری ترویجی دارین، فعلا در این بخش انکشافاتی صورت گرفته؟ این واقعیت است. اول ضرورت ماهی ما شما در افغانستان، ضرورت ماهی خوراکی ملت مردم افغانستان وارداتی بوده. ما حالا خیلی کوشش داریم که ایرا تولید خود داخل وطنی ما شما بسازیم. از روی نمی تصمیم ما تا به حال صدها جریب زمین در اختیار سرمایه گذاران ماهی پروری قرار دادیم. همه ایشان رو به انکشاف است و کارها خوب روان است. انشالله نزدیک وقتا شاید ما بتوانیم که در بخش مایی ضرورت ملک ما خود که پاش شویم. بسیار خوب. جناب وزیر صاحب، از همکاری مؤسسات خارجی با بخش زراعت بگوین که همکنون چند مؤسسه خارجی با بخش زراعت با شما همکار هستند و در کدام بخش ها؟ او نهادهای خارجی در وقت جمهوریت که کدام اندازه توجه که در بخش زراعت و مالداری که داشتن مسلمان این وقت خود نیست. بله. باز هم در این بخش که کدام نهادهایی که کار میکنه ما از ایشان از ته دل خوشحال هستیم، از کارکردهایشان هم خوشحال راضی هستیم، قناعت ما حاصل است. بسیار خوب کار میکنن، با امرای ما به هماهنگی کار میکنن، خصوصا نهاد ایفیو در سطح زراعت و مالداری بسیار خوب همکار خوب ما هستن. در همه ولایت، در 24 ولایت افغانستان بسیار همکاری خوبی با امرای ما دارم و همچنان WP و USID و دیگه و دیگه. بسیار خوب. جناب وزیر صاحب، توزیع تخمای بذری هم بعد حقین یکی از نیازمندی هاست و همواره بر توزیع به وقت از این تاکید کردن. در سالی که گذشت به چند فیصد از حقین در افغانستان تخم بذری حاصل شده توزیع شد؟ در مو سالهای گذشته در بسال وقت جمهوریت یا پیش از او یا بعد از او که سال گذشته یک سال بسیار شفافیت بود در بخش بله. تقسیمات تخمای بذری عین وقت مخصوم موسومش پیش از بله. وقتش، چونکه سالهای سابق که توزیعات صورت می گرفته یا به دهاقین نمی رسیده بله. یا به وقتش نمی رسیده یا بعد از وقت نمی رسیده، بعد از وقت می رسیده مشکلات ها بوده. سال گذشته ما تصمیم گرفتیم پیش از پیش با همراه نهادهای همکار هم مجلس ها کردیم و با توافق رسیدیم و پیش از وقت تقریبا 60,000 تن تخم های بذری و 50,000 تن مواد آدکود کیمیایی پیش از وقت ما به اختیار دهاقین قرار دادیم. تقریبا 60-70% به دهاقین افغانستان امسال از تخم های بذری و کود کیمیایی یعنی پیش از وقتش مستفید شدن و امسال انشالله امیدوار هستیم که نتیجه ثمره خوبی هم بیاره. بسیار خوب. به عنوان وزیر زراعت شما چالش های صد راه زراعت در افغانستان در چی میبینید؟ ما که در امو یک سال ایران نزدیک مشاهده کردیم با امرای دهاقین و سرمایه گذاران یعنی که کوشش کردیم، در افغانستان مشکلات های قسم قسم هستن. بله. یک مشکل اساسی که ما و شما در افغانستان در بخش زراعت و مالداری داریم این سنتی پیش میریم. بله. میراثی پیش میریم. بله. و امروزی که دنیا در بخش زراعت و مالداری به کدام درجه رسیده بله. ما در زمین قرار داریم. ما میخواهیم که این حالت از زمین برداریم و سرپای خود استاد کنیم، روان آن کنیم و تا به حال دهاقین ما، زارعین ما و میکانیزه های امروزی و طرز ترتیب های امروزی که در بخش کشت زراعت و پرورشش و جمع‌آوری محصولات و عرضه کردن به بازار امروزا که کدام طرح و ترتیبی که مطرح هست مقبول است، قبول جامعه و منطقه هست، دهاقین ما از اون ناآگاه هستند. این یک مشکل اساسی بوده. ما خیلی کوشش داریم که مفاهیم عامه ما شب و روز ادامه داره تا که دهاقین خود ذهنیت بتیم از این حالت برایم، خود چی بسازیم با امرای بسویه دنیا امروزه که تکنولوژی کدام حد که رسیده از اونا مستفید شویم. بسیار خوب، تشکر. و از سنتی به امروزی طرز و ترتیب تبدیل درست. جناب عزیز و به عنوان آخرین سوال،
اولویت های وزارت زراعت در سال جاری چی است؟ اولویت های وزارت زراعت در بخش آبیاری است که مدیریت سالم باید داشته باشیم. در بخش میکانیزه سازی و پرورش خوب و خصوصا مدیریت سالم در بخش حفاظه نباتات و صحت حیوانی که اشد ضرورت شب و روز ملت مردم و تغذیه او ضرورت دارند، تا که در بخش زراعت و مالداری ما مردم ملت خود لقمه پاک و صاف و حلال و عاری از دور از امراض آفات پیش کنیم، اولویت های ما در می قرار است. مولوی عطاالله، عمری، بسیار زیاد تشکر از اینکه فرصت دادین. موفق باشید. سلامت.